بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ما يجلسي قرآن بواد ما زري رحمن بواد إن جاي حافظان بواد بادا مبارك باشما. این مجلسی قرآن بود، این منظری رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بود. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بالآخرة در تتمی ازی بحث بر ما میگه که به هر امت اجل است. لکل امت، به هر امت، به هر شخص. اینجا امت مرادش شخص است. امت به چندین معنا میاد قرآن کریم. امت به معنی جماعه کثیر، امت به مطلق وقت، امت به شخص عادی. یعنی اگر هر کسی که است موجود هست، انسان است، غیر انسان است، چشیده چیست؟ مرگ است. مرگ را خام خام میچشه. از مرگ کس خلاصی نداره. فاذا جاء اجلهم، گفتم نه که اگر از مرکز خلاصی می داشت ملک عبدالله نمی مرد. صحیح می خواست که نمره، ولی هیچ چیز نجاتش نداد، مرد، خلاص رفت دیگه. کاله خدا چیکارش حساب میکنه؟ حساب میکنه. فاذا جاء اجلهم، ار وقتی که رسید اجلشان، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. ساعت مرادش استقامت نیست خو. ساعت وقتی که در زبان عربی اطلاق شه و مطلق وقت را میگن، مطلق یک لحظه. یک لحظه را هم اگر ما تو به مراتب تقسیمش کنیم، به هزار مرتبه دیگه تقسیم بکنیم، از او کم و بیش نمیشه، نه عمر زیاد میشه و نه هم کم میشه. عمر مرگ خو میایه، ولی قرآن کریم بر ما میگه که مرگ خو برات آمده نیست. کل نفس ذائقه الموت، دو جای قرآن کریم میگه، هم در پاره 4 و هم در پاره 17، هم در سوره آل عمران برام میاد و هم در سوره چی میاد؟ و هم در سوره انبیا برام میاد. کل نفس ذائقه الموت، هر نفس چشنده مرگ است. و انما توفون اجورکم یوم القیامه، یقینا به شما پورا پورا داده میشه در روز آخرت پاداشتان. خب کامیاب کی است؟ فمن زحزح عن النار، کسی که کامیاب شد، خارج شد، زحزح بعیده، دور شد از آتش. و ادخل الجنه، و خود را تانست به اساس اعمال دنیایی داخل جنت کنه، فقط فاز، امو کامیاب شد. صحیح. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، جبر موتر شد. در پاره 17 میگه که کل نفس ذائقه الموت، هر نفس چشنده مرگ است. و نبلوکم بالشر والخير فتنه، الله میگه ما شما را آزمایش میکنم، هم در خیر و هم در شر. اگر شر را انتخاب کردی، فتنه را انتخاب کردی، پیرو شیطان شدی، رفتی خلاص، در اونجا ناکام شدی. صحیح. اگر نه که فتنه را از خود دور کردی، اطاعت الله را کردی، فقط فاز، بچی شدی، کامیاب شدی. پس مرگ از هیچ کس دوری نداره. با مرگ باید آمادگی بگیریم. چه رقم آمادگی؟ مثل که در سر پاره 4 با ما گفت قرآن کریم، یک آیتش دیگر تفسیر میکنه. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نمرین، آماده به مرگ نشین مگر شما مسلمان باشین. چرا قم آماده به مرگ نشیم؟ اونجا گفتیم که هر لحظه ما باید در طاعت الله باشه. پس بگیم که اگر مردیم خلاص، این مرگ است که ما را به ان شاء الله به بهشت میکنه، منتهی میکنه. فاذا جاء اجلهم، ار وقتی که به اجلشان، لا یستأخرون، تأخیر نمیشه هرگز، ساعتا لحظه، ولا یستقدمون، ولا هم پیش میشه، نه هم پیش میشه. ایره به موتو خوش خبری میده که در بیان کردن حق،
در بیان کردن دین از احد نترس. مرگی که الله برات مقرر کرده باشه، همین تو که یک لحظه به تاخیر نمیشه، یک لحظه پیش هم نمیشه. عمر را که برات الله تعیین کرده، او عمر چی نمیشه. اما یک مثل مشهور دریست از ما و خوب مثل است، میگه که شب گور در خانه تیر نمیشه. شب گور در خانه تیر نمیشه. روزی که برات الله مقرر کرده باشه، خامخواه تو میموری. و وقتی که مرگ از طرف الله باشه، تو مرگ با عزت بخواه. مرگ با عزت داشته باشی. مرگ با عزت در کدام شرایط می داشته باشی؟ که خود را به معیار از این کتاب برابر بسازیم. هر وقتی که خود را به معیار از این کتاب برابر کردیم، به خاطر که الله متعال این کتاب را برای عزت موتو روان کرده. دستور است از طرف الله تا که موتو را در چوکات انسانیت تنظیم بکنه. هر وقتی که خود را در چوکات انسانیت تنظیم کردیم، به این دستور عمل کردیم، بعد از او باز از مرگ نمیترسیم. زندگی هم زندگی، مرگ هم مرگ. مثل که قول ابن تیمیه را بار بار نقل کرده بودیم ما، که یک زندگی یک مسلمان باید از چهار حالت خالی نباشه. یا ای که زندگی سعادتمند میکنه، یا ای که دور شدنش از وطن چی بود؟ سیاحت بود. زندانی شدنش چی بود؟ استراحت بود. و مرگش هم چی بود؟ شهادت بود. پس از این چهار حالت هر کدامش که به تو رسید، الله به تو مقرر کرده بود، با جبین کشاده چه بکو؟ قبولش بکو. خواهی عزت را، دین را هیچ وقت نفروش. یا بنی آدم، ای اولاد آدم علیه الصلاه و السلام، اما یأتینکم، اما در اصل این ما بوده خواه؟ این شرطیه در اینجا مقدر است، بعد از او باز از این ما تعبیر شده. اما یأتینکم، آیا نیامده بود بر شما رسولان پیغمبرای منکم، من جنسکم، از جنس خود شما؟ ما ملکم برتون روان نکرده بودم، ما جنم برتون روان نکرده بودم، ما خواهی اولاد آدم از زوری خودتان، آدم به شکل خودتان که دست داشت، پای داشت، نان خورد، از اولاد خودتان برتان روان کرده بودم. یقصون علیکم، یتلون علیکم، یقصون به معنی چیز؟ یتلون، میخوان علیکم بالای شما آیات های مرا، فمن اتقا، پس خوان. هر پیغمبری آمد آیات الله را بالای امتش خوان. اگر تورات بود، اگر انجیل، اگر زبور، اگر پیش از او دیگه صحف آسمانی، دیگه کتاب های آسمانی، آن چیزی که الله برای ما بیان کرده و نکرده به علم خودش تعلق داره. آیات های مرا، ولی نتیجه چی است؟ فمن اتقا، پس کسی که خود را نگاه کرد از شرک، فمن اتقا، پس کسی که خود را نگاه کرد از اتباع شیطان، از اتباع هوس، از خواهشات نفسانی، و اصلاح در خود اصلاح آورد، فلا خوف علیهم، پس نیست هیچ برایشان خوف، نه در دنیا خوف داره که در آخرت بالای ما چی میشه، به خاطر که تقوا را در خود چی کرده؟ حاصل کرده. گفته بودیم خوف چی میخویم باشه؟ پیش از مصیبت. ولا هم یحزنون، و نه هم ایشان غمگین هستند در آخرت بعد از مصیبت. در اوج هم دیگه غمگینی متوجهش نیست، به خاطر که وقتی که زندگی خود را به معیار شریعت به تقوا برابر کرد، الله ظلم نمیکنه علی عزب الله که این خوب متقی هم باشه، بنده مؤمن خدا هم باشه، درست باشه، باز امرای شیطان یک جای قرین بسازش در کجا؟ در جهنم. این کار الله نمیکنه، این به صفت عدالت الهی تچ میخوره. و او طرف ما دیروز خواندیم که الله متعال میگه که رحمت ما سر غضبم چی کرده؟ سبقت کرده. در مقابل کسی که تقوا حاصل نکرد، از شرک خودداری نکرد، از کبر، از کبر و از تکبر عبا نورزید، والذین، کسانانی که کذبوا بآیاتنا، تکذیب کردن با آیاتهای ما، و استکبروا عنها، طلب بلندی کردن از او، رو گرداشتن از او، اولئک همین گروه اصحاب النار، صاحبای دوزخ هستند، هم ایشان فی آدمی دوزخ خالدون، دائم هستند. استکبار مبالغه است از تکبر. استکبار چی؟ مبالغه است در چیز؟ در تکبر. و در ضمن معنی استکبار امی قسم می آیا متضمن است، یعنی معنی تکبر و استکبار از او کده زیادتر بسیار چی کردن؟ تکبر کردن، استکبار میگن، بسیار بلند پروازی کردن. دیگه از او که در بلند پروازی کجا باشه که آیات الله را تکذیب بکنه؟ صحیح است؟ بزرگترین بلند پروازی تکبر امیز که بالاخره آیات الله را چه بکنه؟ تکذیب بکنه. فمن اظلمو، پس کیست بسیار ظالمتر؟ ممن از کسی که افترا، ببنده علی الله، بالای الله، کذبن، دروغ را. کذبن، دروغ، هم در عقیده و هم در عمل، هم در اقوال و هم در گفتار. در عقیده که شرک بیاره به الله و دیگه کس، کسای دیگه را شریک الله بسازه،
پس شرک در عقیده شد، دروغ گفته. الله کجا گفته که لات و عزات و منات و احمد و محمود شریک ماست؟ صحیح؟ همین قسم در عمل، اعمالی که شایسته الله هست، آن چیزی که الله به خود لازم دانسته، نباید تو عمل ما تو به کس دیگه خاص بکنیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. همین قسم در اقوال، همیشه شاکر نعمت الله می باشی، همیشه زبانت به ذکر الله باید تر باشه، گفتار حق همیشه باید در زبانت جاری باشه. او کذب بی آیاته، یا تکذیب کنه با آیات ما، اولائی که همین گروه کمی کار کرد، ظالم شد. ظالم چی شد؟ یکی بالای علا دروغ گفت، یک. دو، عقیده خود درست نکرد، ظالم شد. سه، اقوال خود درست نکرد، ظالم شد. چار، اعمال خود درست نکرد، ظالم شد. اولائی که همین گروه، ینالهم نصیبهم، میرسه برشان امو حصه ما قدر لهم فی کتاب الله المقادر، فی کتاب المقادر، آن چیزی که برشان نوشته شده الله الله مقرر کرده، من الکتاب، ازمو چیزهای نوشته شده در مقادیر. مقادیر چی مانا؟ در لوح محفوظ. حتی تا اینکه اذا جاءتهم، آمد برشان رسولنا، بیاید دیگه. اینجا رسول مراد چی نمیگیریم؟ ملک الموت میگیریم. مراد از رسول پیغمبران است. مراد چیسته؟ الله برش مقرر کرده خوب بخو، خوب بنوش، خوب بگرد. بالاخره مرگ آمدنی است. صحیح؟ مرگ آمدنی است. از ملک عبدالله زنش کتش دعوا کرد یک وقتی، پادشاه سعودی. زنش رفت پناهنده شد در لندن، در انگلستان. از پیشش رفت. زنش که پناهنده شد، زنش کس را وکیل گرفت که دخترایی که از ملک عبدالله داشت، از و دخترها را ملک عبدالله قید کرده بود. و بالاخره دخترها را به حساب وکیلی که گرفت، از پیش ملک عبدالله گرفت. ولی اون می گرفت. اونمو وکیل را هم ملک عبدالله خرید مکمل، پس به ضد زن خود استفادهش کرد. صحیح؟ پس الله وقت میده. الله وقت میده. فرعون را وقت داد تا وقتی که غرق شد. الله بسیار ذات حلیم است. فرعون میگه انا ربکم الاعلا. ما پروردگارتان هستم، ما عالی هستم، ولی الله هیچ چیز نمیگه. تا اون وقتی که مقدر کرده در لوح محفوظ، تا اون وقت برش وقت میده. صحیح؟ امی قسم نمرود، شداد. میبینی نمرود با ابراهیم میگه علیه السلام، میگه من خدا هستم، اینا میگی که دو نفرم یارم یکشم یکشم یک زنده میکنم. من هستم، اگر کشتن و بستن باشه. الله میتونه که دفعه تر از بین ببرش. ولی وقت برش میده. وقت هم چقدر میده که نمرود 4.5 سال دعوای خدایی کرد. چند سال؟ 4.5 سال. 4.5 سال دیگه الله متعال این یک یک پشگک آورد در دماغش دارو کرد، دیوانش ساخت. 4.5 سال دیگه سر خود به سنگ میزد، او پشه نمیبرامد. بگی نه، اگر خدا هستی پشه را از دماغت بکش، خود صحت مند بساز، مرگ از خود دور بکن. با خدا که بازم که ما در فکر نبیاییم دیگه، از ما که احمق کسی نیست. حتی او وقتی اذا جاءتهم، که بیای برشان رسولنا، امو ملک الموت، یتوفونهم، از این قرینه میگیریم که یتوفونهم، که اینا را بکشه. پس رسول مرادش کیسته؟ ملک الموت. قالو، باز میگوین اینما کنتم، کجاست امو کسایی که بودین شما، تدعون، آواز میکردین، عبادت میکردین، من دون الله، غیر از خدا. او کسای دیگه را که قانونش قبول میکردین کی بود؟ دموکراسی تو چو شد؟ قانون غربی تو چو شد؟ قانون خزان الله بود، لا اله الا الله. بهترین قانون اساسی مسلمان قرآن است. اگر قرآن با یک مسلمان قانون اساسی نشه، والله اگر دیگه چیز برش قانون اساسی شود. ما بسیار ظلم، ظالمانه و شرم‌آور است که قرآن بگوییم علی عزبالله میشه در پاروش کم کم از دیگه قوانین هم بگیریم. اللهی که تو را پیدا کرد، برات قانون روان کرده، آیا او نمیفهمید که همه چیز زندگی تو را درج از کتاب بکنه که تو باز به دیگه چیز محتاج شوی؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. کجاست او قانونایی که شما صدا میکردین؟ کجاست او ائتلافای شومی که شما جرم میکردین؟ کجاست او کسایی که غیر از خدا شما او را آواز میکردین و میگفتین که به کمک ما برس، اگر نه افغانستان از فقر میمره، از فقر میمره. اگر پیمان امضا نشه کل ما چی میشیم؟ فقیر میشیم. اینما کنتم، کجا بودین شما، تدعونک آواز میکردین، من دون الله، بغیر از خدا.
قالو در جواب میگفتن ضلوا عنا، هی غابوا عنا، آل از ما واگم شد، ما چون چه شد؟ نه افهم با خدا کی رئیس جمهور فرانسه چه شد، و اوباما چه شد، و بوش چه شد، و ملک عبدالله چه شد، دیگه چه شد، کلش غاب و عنا، ای الله کلش از پیش ما گم شد. دو روز خمار هم میگفت که اس و ریس ما هستیم، تو را کمک میکنیم. شیطان خود گم میکنه در اونجا، از پیشش میره غاب و عنا. و شهیدو بازگواهی میتن علی انفسهم، به جانهای خود، انهم کیشان کان بودن کافرین، کافر. در دنیا ما کافر شدیم، خودش میگه که ما کافر شدیم، خودش میگه که ما چی بودیم؟ کافر. قال الله متعال برش میگه در کدام روز؟ روز قیامت. کدام روز؟ تکرار به خاطر کدام روز میگه که فکرتان شده که این مراد اینمی است. قال باز میگه الله متعال برشان او دخولو داخل شوین فی امتین فی اممین، در جمله امو امته، قد خلد که متحقق داخل شده من قبل کم پیش از شما، من الجن والانس، از جنیات و انسان ها، فی النار، در آتش. اون امو کسایی که از شما پیشتر بود که شما میگین که غاب و عنا، گم شد از ما، و برند میافینش، خلاص و گم نشده، امرای از او قرین هستی، پیوست هستی، یک جا هستی، امرای از او یک جا هستی. کلا ما هر وقتی که داخل شد امتون، امی امت پسننگه، لعنت اختها، او کسایی که را گمراه کرده سر از او لعنت میگه. اخت به خاطر میگه که امت معنس آورد، صحیح؟ پس در اینجا لفظ اخت آورد، نه اینکه اخت زن داخل دوزخ برد، مرد نروه، صحیح؟ لعنت اختها حتی تا اینکه اذا دارکو تداخلو و اجتمعو، اذا حتی اذا دارکو، ار وقتی که تداخل شون، جمع شون، یک جا شون، فی آدم دوزخ جمعیان، کلش یک جای شد، کسایی که گمراه کننده بود و گمراه شده بود، هر دو یک جا شد. قالت اخراهم، میگه اتباع پیرو، لی اولاهم بقاده و بسیده و برؤسا، ربنا ای پروردگار ما، آه یافته میشه، او جا گفت قد غابو انانه، آن میگه ای الله، ما یافته میشه این نمیا بود که ما را گمراه کرد، فکر میگه که دیگه اینجا که نشان بتم، دگیر بتم، قلمداد بکنم، از این چی میشم؟ خلاص میشم. ربنا ای پروردگار ما، ها اولای اینمی مردم بدبخت بودن، اضلونا که ما را گمراه کرده بودن، فآتهم پس بتی برشان عذابا، نمیگه که ما را از عذاب خلاص کن، خب به خاطر که میفهمه که از عذاب خلاص نمیشیم، خود دلم هم دمی کمک یخ میشه که عذاب از یاد دوچند شوه، صحیح؟ عذابا عذاب دویفم من النار، دوچند از دوزخ، از امی عذاب. قال الله میگه ها دوازده گرامه بتم داده بودم، صحیح؟ تو خودت رفتی اختیار کردی، تو خودت رفتی قانون خودت ترک کردی، بعد تو نظام را که من روان کرده بودم، دستور را که روان کرده بودم، خودت تو را فروختی کاکا. قال میگه الله متعال لکل ضیفون، به هر کدام شما چند عذاب است مطابق امو اعمالتان، ولکن لا تعلمون، شما نمیدانید، ام کمترین عذاب هم که برات برسه. الله عزب الله، استغفر الله العظیم، لا اله الا هو الحی القیوم، الله ما را نجات بده. ولکن لا تعلمون، ولکن شما نمیدانید. مردم دیگه میگه نه، کی میگه؟ و قالت اولاهم صادقت و رؤسا و بزرگایشان، میگه کسایی که گمراه کننده بودن، کسایی که در رهبری گمراهی قرار داشتن، در رهبری گمراهی قرار داشتن. و قالت اولاهم، میگه مو اولایشان که داخل شدن، لی اخراهم بدومش، اه فما کان لکم علینا، نیست به شما ولای ما من امروز من فضل، هیچ برتری، فذوقوا العذاب، پس بخورین امو عذاب را، بما کنتم تکسبون، با آن چیزی که خودت کسب کردی. ما خوب از تو را گناهگار نساختم، خودت آمدی رفتی، امو شیطان که مرا گمراه کرد، امو تو را گمراه کرد، صحیح؟ پس امو عقلی که تو داشتی با هم داشتم، بلکه تو از ما که خدا هوشیارتر میگرفتی، ولی آمدی پیرو ما شدی، پس خلاص آله که تو کسب کردی خودت بخو. ان الذين يقنن كسانان که كذبوا بآياتنا، تکبر کردن با آیات ما، رو گشتاندن، تکذیب کردن آیات ما را، واستكبروا عنها و اعرضوا عنها، عزی خودشان هم گشتن و دیگرا را هم منع کردن. استکبار گفتم غلو ده چی را میگه؟ در تکبر میگه لا تفتح لهم سیکو که قرآن چیک مثال میده، خو قرآن میگه کسی که تکذیب کرد به آیات ما و اعراض کرد از او، مردم را هم به بدراهی چی کرد؟ دعوت کرد، به این هیچ وقت دروازه های از توبه و رحمت ما باز نمیشه و نه هم این داخل جنت میشه، حتی تا او وقتی که شطور در دفعه سوزان داخل نشه، صحیح؟ اینجا شاه منصور یکی از مفسرین مشهور پاکستان و پشاور بود که زیاد قرآن کریم را حاشیه کرده،
او میگه مراد از جمل در اینجا چیست؟ میگه مراد از جمل مولانا از علمای هند است. میگه که مراد از جمل ریسپان دراز است، ورنه به خاطر که در عرف ایتو نبود که کسی چی بکنه؟ شطر را بگیره در دفعه سوزن داخل بکنه. صحیح است؟ میگه مراد برای موتوی تنشان میده که مثل که اینمی ریسپان بسیار دبل را موتو نمیتانیم در دفعه سوزن چی بکنیم؟ تیر بکنیم. پس اینجا داخل شدن اینا هم در جنت محال است. یا به معنی اصلی خودش اگر بگیریم، خو اگر شطور هیچ وقت نمیتونه که از او یک سوراخه که خرد بگذره مثل دفعه سوزن میشه، هیچ امکان پذیر نیست، هیچ عقل جور نمیاد. به هر چوکاتی که برتیش که بگویی مردم تر خنده میکنه، میگه بسیار بی عقل است. هر قدر که تکنولوژی داوری که خودم برا ورا تیر کردن نمیتونه از دفعه سوزن. پس وقتی که اینمی ناممکن است، دخول از اینا هم به جنت ناممکن است، بیرون شدنشان از دوزخ هم چیستا ناممکن است. پس به موضوع درس می تک فکرت باشه، اینی خو امکان پذیر نیست. پس اگر تو هم دنبال هوا و هوس رفتی، اگر دنبال شیطان رفتی، اگر از اطاعت الله سر باز زدی، اینمی قسم است که داخل جنت نمیشی تا او وقتی که شطور در دفعه سوزان تیر نشه. او خو نمیشه، پس تو هم داخل جنت نمیشی. ان الذين يقينا كسانان كذبوا باياتنا تکذیب کردن با آیات های ما و استکبر و آنها و تکبر کردن مردم را اعراض کردن از او لا تفتح مخامخا ای لا تسعد لهم عمل صالح بلند نمیشه از ایشان هیچ عمل صالح و لا يدخلون الجنه و نه هم ایشان داخل جنت میشن حتی یلج الجمل تا که چی شوه؟ تا که داخل شوه امو شطور فی سم الخياط دمو ثقب ابره. سم در عربی فعلی چیز ثقب میگه و ثقب امو دفعه سوزان. و کذالک همی قسم نجزی المجرمین الذین اجرمو علی انفسهم ما جزا میتیم کسایی که بالای جانهای خودشان جرم کردن، ظلم کردن. چرا ظلم کردن؟ که از اطاعت الله سرکشی کردن. ابن عباس میگه که لا یرفع لهم منها عمل صالح ولا دعا، نه بلند میشه در صورتی که کافر باشه، در صورتی که در عقیدش مشکل باشه، نه عمل صالحش قبول میشه و نه هم دعاش قبول میشه. و بعضی گفته که لا تفتح لارواحهم ابواب السما، وقتی که روحی از زیر ملک بکشه بالا میره، هر دروازه از خود نگهبان داره، دروازه داره. پس اینجا وقتی که نفس خبیثی از زیر ملک الموت گرفت، خامخا طرف بالا میبره. اگر نفس طیبه باشه یا خبیثه، اگر مسلمان باشه کافر، زمانی که روح عزیز ملک گرفت میبره به طرف بالا. پس وقتی که نفس طیبه باشه، وقتی که نفس مطمئنه باشه، از یک قسم خوشبوی میه ملک الرحمت معلوم دار است که میره در هر دروازه، دروازبانش در آسمان باز میکنه و میگه مرحبا بک ابی عبد صالح، با ای عبد صالح، با ای بنده صالح مرحبا باشه، چقدر خوب آدم است. قرطبی در کتاب داره به نام التذکره فی احوال الموت و امور الاخره دو آورده و جلال الدین سیوطی ده کشف الصدور فی احوال الموت والقبور دو آورده احادیث را روایت میکنه که پیامبر علیه الصلاه و السلام امی بخش بر ما قصه کرده و ابن کثیر هم در تفسیر خود مکمل که روح مسلمان چرا قم میبره بر ما گفته، میگه روح مسلمان زمانی که میبره ده اینجا باز چی میکنه؟ باز ایرا ملک میبره، اگر صالح باشه یا اگر نباشه. ای که با چه شکل میبره او را ما برتون گفته بودم، حالا اینجا هم بر ما کم تکرار میشه که نفس مسلمان زمانی که برای او روز دیگه هم گفتم که مثل که مادر بغل کشی بکنه، همین تو راحت میبرای. و از کافر مثل که امو پشمه که گفتم در داده باشه که یکا یک موشه بکنه، پیغمبر میگه امو قسم ازش میبرای علیه الصلاه و السلام، بسختی او چسبیده باشه، سوخته باشه، صحیح او چی قسم کنده شوه، یا یک تار موی تو از خمیر بپولی 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 کوره بکشی، از او کده سخته. پس اینمی روح به هر شکلی که اگر طیبه باشه یا خبیثه باشه، مثل که پیش بر ماته شد، زمانی که برآمد در آسمان دنیا ملک یا دروازه‌بان امو آسمان دروازه را باز میکنه، اگر صالحه باشه برش خوش آمدید میگه، سلام میته، آسمان 2 3 4 5 6 7 بالاخره پیش الله میرسن. پیش الله که رسید، الله متعال روح عزیز ملک امر میکنه که شما برین به یک جای دیگه که در اونجا آماده شده به ارواح متقین، ارواح جنتیان. صحیح، او در حقیقت یک جایی است که اینمی در عالم برزخ روح که میبرای از جسد انسان، در اونجا به نام بیت عدن انشاءالله نامش است، در اونجا میباشه و در اونجا هست تا روز قیامت، در اونجا میباشه، جایش است.
دیگه ای که وفات شد ای هم میره بالاخره دو نموجا. در اونجا در عالم ارواح یکی دیگه خدا میشناسن، با یکی دیگه خوش آمدید میگه. مثلا پدر وقت مردن، الله خواسته و انشاءالله که جنتی بوده، بچهش هم مرد یا زنش مرد یا کس دیگه مرد، در اونجا زمانی که میره اونا میشناسن که اونا او خیش محمد قوم محمد یا بچه میاد دخترم. باز از احوال جنتی ها هم پرسان میکنه که فلان چطور بود، فلان چطور بود. حدیث دور و دراز است، بسیار دراز. کدام روز وقت پیدا شد باز ما حدیث مکمل برتون میارم که کتابش انشاءالله. باز میگه که حتی که پرسان میکنه فلانی چطور بود، خوب بود؟ میگه او مرده. میگه او اینجا خونه آمده، خیلی معلوم میشه که دوزخی است، دو دیگه جای رفته، میفهم اثرش. بالاخره میگه به خاطری که دو حدیث تو میگه از دور و دراز چندین هفت برابر هفت بحر مثل که از هفت بحر تیر شده باشه، از ظلمت و از نور و از این و از این، بالاخره در اوج رسیده باشه. میگه امو کسایی که از این پیشتر رفته اونا میگه که کمک تو استراحت بکو، کمک آرام بکو. پسان باز پرسانش میکنه، اگر نه که خدا نخواسته نفس بدکار بود، نفس مطمئنه نبود، خبیث بود، زمانی که پیش الله رسید الله میگه کس گذره کشکو از اموجه گرم بکده پس در سجین، سجین در زیر چیستا؟ زمین. اون جمعه باز تا آخرت اون جمعه باشه. صحیح است. این روایت را هم ابن کثیر آورده و هم قرطبی در کتاب خدا آورده و هم چیز سیوطی رحمه الله در کتابش آورده. حتی یل جل جمل و فی سم الخیاط و کذالک است امی قسم برشان نجز المجرمین، اما پاداش میتیم امی کسایی که سر خود ظلم کردن. لهم است برشان من جهنم از امی دوزخ آتش، مهادون فرش، مهاد چی؟ فرش. و من فوقهم غواش و اسب بالای سرشان هم در بالا هم اغطیه پوشش ابر کلا چتری از آتش. الله اکبر. زمانی که اگر پایین هم میرقم باشه بالا میرقم باشه چه رقم میشه؟ از زمین تفت تندور باشه و از بالا هم افته و تیز، کس تحمل نمیتونه. پس میگه در سرم خو یک چتری باشه، اما زمانی که چتری هم از آتش باشه، این که در دنیا ما تو حس میکنیم که عذاب آخرت چه رقم است، از این نجات دادن به کار است. و کذالک نجز الظالمین، امی قسم ما پاداش میتیم، جزا میتیم ظالم را. اوجه مجرم گفت اینجا ظالم، ظالم به خاطر که خودش سر خود چی کرده؟ ظلم کرده. وضع شی فی غیر محله، نهادن چیز در غیر محلش. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس از این چند چیز ما فهمیدیم خو از این آیه که خواندیم، یکی هم عذاب قبر از این ثابت میشه. چی؟ عذاب قبر به خاطر که زمانی که میگه این مرد، پیامبر علیه السلام میگه که اذا مات ابن آدم فقط قامت قیامته، هر وقتی که ابن آدم مرد قیامتش چی شد؟ برپا شد. میبینین که عذاب از همین لحظه سر چی میشه؟ شروع میشه. و در قبر که نهاده میشه در مسئله عذاب فرعون بر ما میگه که بالغدوب بالعشی و الابکار است، نه؟ همین قسم عذاب برش پیش کرده میشه، هم صبح و هم چی؟ بگاه. پس از این آیت که هم استدلال میکنه الجزایری رحمه الله که انشاءالله زنده سی وفات کده، اگر زنده سالا در زندگی ببخشش، پس میگه که از این معلوم میشه که هم عذاب قبر. والذین آمنوا و عملوا صالحات، و کسانان که ایمان آوردن و اعمال شایسته انجام دادن در مقابل. ببین قرآن کریم سرشتش با گفتیم کمی است، روش کمی است که هر وقتی که اگر انذار باشه باز کلو ما را میگه نه فکرتان باشه، الله ظالم نیست که همه را داخل دوزخ ببره. و ما گفتم که بعضی از خطیبای ما را الله سرش رحم بکنه این رقم هستن که گویا به مردم یا مکمل دوزخ بیان میکنن جنت نه، فکر میکنه که خی الله یک دوزخ داره دیگه هیچ جنت نداره. صحیح دیگه هیچ رحمت الله نداره، کلش فقط چیسته؟ دوزخ است، هم به درد نمیخوره. صحیح. بعضیش مردم را اقا مطمئن میسازه که هیچ از دوزخ پن نمیته، مردم را نمیترسونه، هر گناه کردی برات میگه الله غفور و رحیم است، نمیگه که عمل شایسته ام بکو، الله دوزخ هم داره فکرت باشه. میگه که نماز بخوان فضیلت داره، صحیح ثواب داره، خونم اگر نماز نخوندی که گناه هم داره. روزه بگی کار خوب است اگر نکردی ایتور است، جهاد بکو کار خوب است اگر نکردی ایتور است، امر بالمعروف بکو کار خیر است اگر نکردی باز ایتور است، جزا داره. کسی فقط طرف بهشت به مردم چی میکنه و کسی همچی دوزخ را به درد نمیخوره، به خاطر که اینمی روش در امتهای سابقه فعلا هم در بین کلیسا و پاپای یهود و نصارا اینمی عادت است. یک کس چند سال تقریبا چند وقت پیشتر همیشه در دین یهودیت همیست که اگر تو بخوای جنت بری باز پیش پاپ میری، برش میگه که ما اینقدر پول برات میتونم جنت میخرم ازت،
باز از پیسه میگیره در چیز، بالاخره باز امو کشیش یا بعد بلاش باز بر تو میگه که چقدر جنت میخری، میگه نه چقدر گناه کردی، نه باز گناه تو پیش از او اعتراف میکنه که اینه قدر گناه کردیم، اینه قزنا کردیم، اینه قشراب خوردیم، چی خوردیم، چی خوردیم، چی خوردیم، میگه از تو که از گناه خلاص شوی اینه قدر پیسه میشه به کلیسا بده، به پاپ بده، مجبور هستی که پیسه بدی، پیسه که دادی باز او برات یک کاغذ میته مهر میکنه، میگه تو دیگه دوزخ نمیری، قواله جنت برش میته، قواله جنت برش میته، خلاص. بالاخره یک کسی که بسیار هوشیار بود، گرچه که مسلمان نبود، خوازمی حالت پاپا خسته شد، بسیار پیسه دار بود، رفت پیش پاپ گفت ما از تو جنت نمیخرم، دوزخ میخرم، مکمل دوزخ قیمت کو چه قیمت داره سایز. پاپ گفت که ما دوزخ، گفت نه خلاص ما جنت نمیخرم، دوزخ میخرم. دوزخ کلش براش گفت که فنم قدر پول ما با کلیسا میتون با مردم اعلان کرد که ای مردم دیگه هیچ کس نترس، هر چقدر گناه میکنه بکنه، ما دوزخ کلش خریدیم، هیچ کس نمیبره. فهمیدی؟ پس کلش دلایل بی عقلی. الله متعال هم جنت داره و هم دوزخ داره، برفتن جنت و برفتن دوزخ معیار تعیین شده. سایز اگر تکذیب آیات کرد، اعراض از آیات کرد، پس پتو کجا میره؟ دوزخ میره. اگر نه که رفت اعمال شایسته انجام داد، به کجا میره؟ به جنت میره. والذین آمنوا کسانی که ایمان آوردن و عمل صالحات و اعمال شایسته انجام دادن، الله میگه لا نکلف نفسا الا وسعها، فکرتان باشه که اعمال فوق الطاقه نیست برای ما. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، بترسید از خدا، عمل بکنین تا قدر که توانمندی دارین. پس این معنی که شب تا صبح کل شب را اگر تو در عبادت تیر بکنی، خواب نکنی، بازی عبادت مقبول نیست، به خاطر کورز بر ما تیر شد که ولی نفسی که علیک حق سایز. وسی نفر صحابی که آمد رضی الله عنهم اجمعین، در حدیث بخاری ما برتان خواندم که یکیش گفت که ما دیگه چی نمی کنم، از حضرت عایشه که پرسان کرد گفت که ما همیشه روزه دار می باشم، دیگه گفت که شب هیچ خواب نمی کنم و دیگه گفت که ما زن نمی گیرم. پیغمبر که خلاص شد، خبر شد علیه الصلاه و السلام، گفت که انتم تقولون کذا و کذا، شمایی تو گفتین، ما استم که از الله بسیار میترسم و شما کرده و اتقاکم من، از او کده بسیار میترسم و ما استم که هم خواب میکنم، هم نماز میخوانم، هم روزه میگیرم، هم افطار میکنم، هم ازدواج امرای زنها میکنم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، پس کسی که سنت ما گشت از من نیست. پس لا نکلف نفسا الا وسعها، الله میگه ما ایتو نیست که علیه بالله ظلم کرده باشم، ما فوق طاقت، طاقت بشری کسی را ما مکلف نکرده سایز. پس این معنی که از این موتو میفهمیم که یک کسی آل اگر اتو نشد که نماز نخوان، نماز نخوان، باز بگه که اتو خوب باز در اینجا دلال یادش میه، باز میگه لا یکلف نفسا الا وسعها، الله خود ما را مکلف نکرده. نه کاکا، مراد از تکلف امو تکلف است که در خلقت الله، در حکمت الله، در فطرت تو نهاده. مثلا درست است، نماز را سر تو فرض کرده من حیث یک واجبه، روزه را سر تو فرض کرده من حیث یک واجبه، خب میبینی زمانی که مریض شدی لا نکلف نفسا الا وسعها، باز نیست سرت روزه، باز میری افطار میکنی یا فدیه میدی یا قضا میگیری سایز. بنا به احکام که در فقه اسلامی معروف است، نماز وضو میکنی، میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، هر وقتی که اراده نماز را کردین برین شما وضو بگیرین. انتم محدثون، در حالی که اگر وضو نداشتی باز چی میکنی؟ تیمم میگیری. پس میگه که لا یکلف نفسا الا وسعها، لا نکلف نفسا الا وسعها سایز، یا فتقوا الله ما استطعتم. اما اینه که خوب چهار اشکلت برابر جور بوشن، خوب صحیح منزلم کرده میتانی، کمرت نمشکنه، شب تا صبح تا هر طرف میری کمرت نمشکنه، وقت نماز که شب باز میگه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، باز استنباط غلط از آیات را شیطان برش چی میکنه؟ مزین میکنه. شیطان برش مزین میکنه که خلاص یک دریچه شیطان همی است که دیگه الله خود چیز ما فوق طاقت، نه چیزی که الله برات مقرر کرده، امر کرده، دایی باید خامخواه تو انجام بدی. امور الله را بدون معذرت اگر تو ترک میکنی، در اینجا دایی قید نمیه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یا فتق الله و استطعتم، که از این چیزی غلط نگیریم، خواه تعبیر غلط نکنیم. اولائی که همین گروه اصحاب الجنه، صاحبای جنه هستن، هم ایشان فی هدم جنت خالدون دائم هستن. و نزعنا ما فی صدورهم، ما کشیدیم از سینه های از همین جنتی ها من غل الحقد کینه را، غل تجری که می رو، ما در جنت حقد کینه یا را کلش کشیدیم. پیامبر علیه الصلاه و السلام میگه
میگه زمانی که جنتی به طرف جنت میره فیصله شد که جنتی هست، پیش از داخل شدنش به جنت در اونجا یک نهر کلان یا جوی کلان یا دریای کلان به نام نار حیات، به نام چی؟ نار حیات، در اونجا یک بار غسل داده میشه. بعد از اینکه غسل داده شد، حقد، کینه، تمام خواهشات و نفسانی و بغض و عداوت و بد بلایی که دیش است، حتی اشتهای بعضی چیزهای دیگه که در دنیا ورش میه مثل سیگریت و نسوار یا کلش در اونجا شسته میشه دیگه، چیز خراب خلاف آن چیزی که الله ورش مقرر کرده نمیخواه. پس در اینجا تمام غل، حقد و کینه کلش چی میشه؟ دور میشه. تجری که میره من تحتهم، زیر اعماق قصرهایشان، جنتهایشان، تحتهم الانهار و جویها، و قالو باز میگوین الحمدلله، آها آه آه کامیاب شدم به خدا، الحمدلله، همه حمد و ثنا و صفت از آن الله است، الذی هدانا، امو اللهی که ما را هدایت کرد، لهذا بینمی نعمت، به عمل صالح، لهذا بینمی عمل صالح، به خاطر که دخول جنت ما، امو یا مراتبی که ما در جنت گرفتم او بس اساس چی شد؟ اعمال شد. و ما کننا لنهتدی، در این چیزی که پس ما برات میگم مالک خلاص کنم آیتا، و ما کننا نبودیم ما لنهتدی که ما راهیاب شویم لولا ان هدانا الله، اگر الله ما را هدایت نمیکرد، لقد جاءت به تحقیق آمد بر ما رسول پیغمبرا، لقد جاءت روان کرد الله متعال یا آمد پیغمبرا ربنا پروردگار ما بالحق براستیم، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، به تحقیق آمد بر ما پیغمبرای ما براستی. اگر تو اینجا بگویی که جاعت آمد و رسول چرا مذکر است، تو میگی که هر جمع و تأویل جماعت مؤنث است. صحیح است؟ ایتو نشه که رسوله بگویی و بگویی که مؤنث است. صحیح است؟ هر جمع و تأویل جماعت چیست؟ مؤنث. یک دیگه، هر رسولی که آمده امرای بینه آمده، معجزه آمده و بینه خودش مؤنث است. بالحق و نودو، آواز کرده میشه انتلکم الجنه، که نمی جنت است که اورثتموها، شمایی را به میراث گرفتین، بما کنتم تعملون، با آن چیزی که شما عمل میکنین. کسی در جنت با اعمال خود داخل میشه و یا هم به فضل و مرحمت الله. صحیح؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطور نقل است که با فاطمه الزهرا رضی الله عنها و جمع دیگه صحابه گفت که ای مردم، عمل بکنین تا به جنت برین، و ما هم با کوشش بکنین فضل از الله همیشه جنت فردوس بخواین، و با عمل خود کسی به جنت رفتن نمیتونه. پیامبر علیه السلام گفتن که انت یا رسول الله، گفت ما هم اگر فضل الله نباشه، ما هم با عمل خود به داخل جنت نمیشون. پس کلان مشکل است. خی جنت به چی کسب میشه؟ یکی کسب کردن خود جنت است، یکی کسب کردن مراتب جنت است. جنت را که میخواهی از الله به فضل و مرحمتش بخواه. الله متعال به فضل و مهربانی خود مسلمان را داخل جنت میکنه. مراتب جنت را که میخواهی به اساس اعمال شایسته در دنیا بخواه. اگر میخواهی که مراتب در جنت عالی شوه، اعمال شایسته را زیاد در دنیا انجام بده تا که از مراتب عالی جنت چه شوی؟ برخوردار شوی. اگر نه که خود جنت بخوای، خود جنت به عمل نمیشه. خود جنت به فضل و مرحمت الله بخوا. ای الله، ما هیچ چیز عمل نمیتونم، ای عمل ما خدا که پیش تو چه رقم است، خود جنت تو نصیبم بکن. و در جنت مراتب داره، فی الجنت 100 درجه، در جنت 100 درجه است، و هر درجهش بین السماء والارض، در بین زمین و آسمان. ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه از پیامبر علیه الصلاه و السلام که اهل جنه یرا مقعده من النار، میبینن جاهای خود را در دوزخ، برشان نشان داده میشه. الله برشان نشان میده اهل جنت که اگر اعمال شایسته نمیکرد در دنیا، با فضل و مرحمت الله سرت نمیشد، جایت اونجا در دوزخ است. باز میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا، حمد و ثنا و صفت از آن الله است که ما را هدایت کرد به عمل صالح در جنت، در دنیا که ما کجا آمدیم؟ در جنت آمدیم، و از او جایی که بر ما مقرر شده بود در دوزخ که اگر عمل درست نمی کردیم اونجا می رفتیم، سپاس میکنن کی را؟ الله را. و امی قسم اهل دوزخ برشان نشان داده میشه جاهایشان در جنت، اگر اعمال شایسته را انجام میدادین در اینجا می آمدین. صحیح است؟ بر اونا هم دادم نشان داده میشه. پس در اینجا یا افسوس میکنه که ای کاش ما دوباره به کجا بریم؟ با دنیا بریم. لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتک الله،
بریم یک عمل شایسته دیگه انجام بدیم امو که ما ترک کرده بودیم دیگه خلاص شد عمل فیکون له شکرا در این صورتی که و پس الحمدلله میگه به این شکر میکنه و کل اهل النار و همین قسم اهل دوزخ یورا نشان داده میشه یرا میبینن مقعده جاهای خود را از جنت فیقول میگه لولا ان هدانا الله ای کاش ما را الله هدایت بکرد به عمل صالح پس هدانا الله هم به جنتیا میخوانه و هم به دوزخیا جنتیا به خاطر شکر میگن و دوزخیا به خاطر افسوس فهمیدین نه جنتیا به خاطر شکر میکشن که الله ما را عمل صالح نصیب کردی در دنیا و همین قسم فضل و مرحمت تو شد که ما آمدیم به جنت شکر که از دوزخ ما نجات یافتیم و دوزخی ها میگه که ای کاش افسوس ما عمل میکردیم که آل عظمی دوزخ خلاص بشدیم اونو جایی را که الله برای ما در جنت مقرر کرده بود اوجا میرفتیم و نودو ان تلکم الجنه آواز کرده میشه بالایشان که اینمی چیست اینمی جنت است اورثتموها که شما اینا به میراث گرفتین بما کنتم تعملون با آن چیزی که شما عمل کرده بودین قرطبی نوشته میکنه که ورثتم منازلها بعملکم شما میراث گرفتین منزله ها را در جنت به عملتان و دخولکم و دخول شما را در جنت برحمت الله برحمت الله و فضله و بفضلش و فی الحدیث لن يدخل احد منكم عمله الجنه داخل نمیکنه هیچ کدام از شما را عملش در کجا در جنت و اینا ما پیش برات گفتم ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا اینی هم خو در ابتدای درس امروز ما برات گفتم که وسوسه شیطان به آدم چرا قم آمد ما گفتم که میشه ایرا موتو خوب لمس بکنیم به قسم تلفن کال ما میگیم که یک کس را دیده نمیتونی ولی چیستا صدایش میشنوی عین شکل موتو میتونیم که آل خوب خود در قرآن بفهمیم مسئله اسکایپ و انترنت و ویدو کال میگیریم سایست پس اینمی جا جنتیا و دوزخیا با وجود که جنتی از نعمت عظمو نقمت و عذاب دوزخیا بهرمند نمیشه ولی جایشان را دیده میتونه امرایشان گپ زده میتونه دوزخیا بدون از اینکه از نعمت جنت بهرمند شوه ولی امرای جنتیا گپ زده میتونه سایس اونا دوزخیا از الله مطالبه میکنه که امو کسایی که از ما بودن رفتن در جنت امرای از ما میخوایم گپ بزنم کاکا ماما خاله عمه بیادر دختر هر کسی که هست امی قسم جنتی ها هم از الله مطالبه میکنه اون کسایی که ما او را دعوت کردم برای نیک و دعوت ما را قبول نکرد و امروز کجا رفتن؟ دوزخ رفتن میخواهم جاهایشان را ببینم الله متعال هر دو را قادر میسازه که جاهای یکی دیگر را ببینه و اینمی آواز کشیدن در اینجا اونمو آواز است که جنتی و دوزخی بالا یکی دیگر چه میکنن؟ صدا میکنن قصه از این قرار است و نادا و آواز میکنه اصحاب الجنت اصحاب جنت اصحاب النار بالای کسای از دوستاشون که در دوزخ رفتن ان قد وجدنا آیا شما یافتین ان قد وجدنا به تحقیق یافتیم ما وعدنا آن چیزی که الله بر ما وعده کرده بود پروردگار ما حقا براستی فهل وجدتم پس شما هم یافتین ما وعد ربکم آن چیزی که الله با شما وعده کرده بود حقا براستی قالو کلشان میگه نعم یافتیم بر ما گفته بود که اگر اعمال شایسته انجام ندین دوزخ است یافتیم امو دوزخ را قالوا حقا فاذن مؤذن آواز میکنه به اعلی صوته یک مؤذن بینهم در بینشان لعنت الله علی الظالمین که لعنت خدا بالای ظالما باشه لعنت الله که لعنت خدا بالای ظالمین باشه الذین کسانانی که یصدون عن سبیل الله منع کردن مردم را یصرفون امی ظالم کی است کسانانی که منع کردن مردم را عن سبیل الله از راه خدا از اسلام سبیل به معنی اسلام است اینجا سبیل چی معنی؟ اسلام و هر اعمال شایسته هم در عقیده و هم در عمل هم در گفتار و یبغونها عوجا و طلب میکردن دمی اسلام دمی شریعه عوجا کجیره و فکر خود هر چی دلش میشد امو قسم تعبیر میکرد باز میگفت شریعت است از خدا بترسین دین را به کس تحریف نکنین طاووس یک کسی است در زمان خلافت عباسیا بالای حشام بن عبدالملک بن مروان داخل شد پس طاووس برش گفت که اتق الله وحذر از خدا بترس و خود را نگاه کو دو روزی که یوم وحذر یوم الاذان تو خدا نگاه کو از روزی که آواز کرده میشه فقال
پس گفت حشام بن عبدالملک بن مروان از خلیفای اموی بود و ما یوم الاذانه، یوم اذان کدام روز است؟ قال گفت قوله تعالی، اینمی قول الله متعال که میگه که فاذن مؤذن بینهم اللعنت الله علی الظالمین، آواز میکنه آواز کننده در بین مردم که لعنت خدا امروز سر ظالما باشه. فصیق حشام، حشام امتو بهوش افتید. فقال طاووس برش گفت که هذا ای در دنیاست، فکیف ذل صفه، پس ای در آخرت ای صفت چه رقم بود؟ ای صفت دنیای رقم است که ما برد گفتم فاذن مؤذن بینهم، در عربی میفهمید نه؟ حشام بن عبدالملک میفهمید که ای قسم که شوه دیشتی که در بهوش افتید. وقتی که افتید برش طاووس میگه که، طاووس یکی از علمای وقت بود، برش میگه که ای حالت چی هسته؟ دنیاست. وقتی که در آخرت آواز کرده شوه بعد از مرگ، اوجا چه قسم خواب بود؟ سائقه در اینجا تو را گرفت. الذين كسانان استن ظالم يصدون، که منع میکنن مردم را از راه خدا و میطلبن در دین کجی، و هم بالآخرت و ایشان هستن با آخرت کافرون، مانعون، منکرون، جاحدون، کافر هستن. و بینهما حجاب، در بین دوزخ و در بین جنت، در بین دوزخیا و جنت یا حجاب است، پرده است. یک دهلیز داره، او دهلیز اعراف است. کجاست؟ بعد در حدیث به نام سور آمده. سور میشه که یک دهلیز شوه، میشه دیوار شوه، سوران روز به مده اگه حدیث شد دیوار هم گفتم میشه دهلیز هم. مقصد یک مسافه است، خالیگاه در بین جنت و در بین دوزخ. این را اعراف میگن. این را چه میگن؟ اعراف میگن. تعداد از مسلمانای ضعیف که نتانستن به جنت برن ولی جنت میرن تا یک وقتی که الله بخواهد در اعراف نشان چی میشن؟ مستقر میشن. بعضی میگه که در اعراف اولاد مشرکین است. تعداد از احادیث پیامبر علیه السلام در این مورد تا آمده که ذریه مشرکین، به خاطر که کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، هر مولود، هر نوزاد فطرتا مسلمان تولد شده، پدر و مادرش یا یهودی میسازش یا نصرانی یا مجوسی. حالا خونه کل ما میبینیم که یک سلسله تقریبا بدبختیه. اولاد از کی شروع میشه؟ از پدر و مادر. از پدر و مادر تربیتش که خراب کرده، اون طرف میره، همون طرف میره. اگر پدر و مادر از ابتدا او را به دین شوق بده، مثل که یک روز مفصل براتون گفتیم که علی ادبوهم سبعا و علموهم سبعا و صاحبهم سبعا، پیشتر شد برمونه همون مراحل تربیه اولاد. پس به اون شکل میره. پس اینجا بسا روایت مثل حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها، ایتو میگه که در اعراف ذریه مشرکین در اونجا میباشه، اولادشان در اونجا میباشه، یک وقتی باز به جنت میره. خب چه شکل؟ که قبل از بلوغ وفات کرده باشن، یعنی در حالتی که طفل هستن، ممیز نشدن. اگر مرد اولاد مشرکین، اول در کجاست؟ در اعراف، پسان جنت میره. قول دیگه نمیگه اولاد مشرکین در جنت میره، در اعراف نیستن ولی اونجا خادم اهل جنت میباشن. صحیح؟ قول دیگه ایست که امرای اولاد مشرکین یا باشن نباشن، مسلمانای ضعیفی که در دنیا عملشان ضعیف بود ولی به دوزخ الله نمیبرشان، یک مدت زمان ایشان را در اعراف چه میکنه؟ نگاه میکنه، محصور میکنه، پسان باز به کجا میبره؟ به جنت. پس این حالت اعراف است. و بالاخره صاحبای اعراف، هر کسی که باشه، یا اولاد مشتکین باشه و یا هم مسلمانای ضعیف العمل در دنیا باشه، خامخواه باز به کجا میرن؟ به بهشت میرن. پس اینجا قصه اعراف اینمه قدرش تقریبا صحت داره. دیگه او طرف که اعراف چه رقمه باشه و چه رقم است، ازوش بگذاریم. و نادا و بینهما حجاب و علی الاعراف، اصلا بالای اعراف رجال، یک مردمای یعرفون، که میشناسن کلن هر کی را بسیماهم، با مسیمایشان شناخته میشه که جنتی است یا دوزخی. و نادو، آواز میکنه امی اصحاب الجنه. و نادو کی آواز میکنه؟ اعراف. کی؟ اعراف. اعراف کسایی که دمی جمعان دارن، یعنی اصحاب اعراف. یا وقتی که میبینه که اونو خود دوزخ رفت، اول جنتی ها را ببینه که با جنت رفت، میگه کاش که ما مال جنت میرفتم. وقتی که میبینه که دوزخی اوت رفت، میگه گمش که امی اعراف خوب است، خوب شد که قدم را از کجا نرفتم؟ دوزخ نرفتم. و نادا و اصحاب الجنت، آواز میکنه بالای جنتی ها امی اعراف، ان سلام علیکم، ای که سلامتی باشه با شما، لم یدخلوها، داخل نمیشه دمی، و هم یطمعون، ایشان طمع دارن. لم یدخلوها اصحاب الاعراف الجنه و هم یطمعون، داخل نمیشه اصحاب اعراف در جنت ولی طمع دارن که یک روز الله ما را کجا میبره؟
جنت میبره، امرای جنتی ها نمیره. صحیح است؟ اونجا که میره ام کارت که به جنتی داره این دیگه او کارت نداره، جنتی داخل میشه میگه تو دمیجا چند قباش. صحیح است؟ تاله ویزی دخولی تو نخورده ولی میخوره. صحیح است؟ مطمئن باش. صحیح است؟ تمه داره که خامخواه اگر روز که ویزه میایه میرم ولی دیگه در اینجا هست در اعراف. و اذا صرفت در حدیث میه خواه در حدیث میه پیامبر علیه السلام میگه که یک کسی را الله مطال در رابطه با رحمت الله میگه، میگه ایرا اول میگه چی میخوای؟ میگه از امی دوزخ کمه که دور شوم. از دوزخ چی شوم؟ دور شوم. از دوزخ کی را دور میکنه؟ میگه دیگه چی میخوای؟ میگه کمه که یا الله دیگه هیچ سوال نمیکنه، کمه که به طرف جنت نزدیک شوم. باز ایرم کمه که دیگه پیش میبرم، میگه دیگه چی؟ ای ابن آدم دیگه چی سوال نداری؟ میگه نه. میگه اگه سوال کرد میگه دیگه سوال نیست، مقصد از دوزخ تیر شوم و با کجا نزدیک شوم؟ با جنت. کما که دیگه که پیشش میکنه میگه الله یک کما که دیگه مگه نزدیکم بکنی که از میوه جنت که ببینم خلاص اگر نمیخورم نعمتای جنت ببینم. بالاخره میگه ای ابن آدم تو خود گفتی که ما دیگه سوال نمیکنم. صحیح. بالاخره که نزدیک جنت میشه میگه الله یک سوال دیگه دارم، دمی جنت یک بار داخلم کوک داخل میشه. میگه الله دیگه تو گفته بودی کس که داخل جنت بره دوباره نمیبره، وعده تو بره حق است، مرا از جنت نکش. الله همه قدر غفور و رحیم است. خب بشرط که ما تو خود چی کنیم؟ برابر بکنیم. و اذا صرفت اینا امی اصحاب اعراف، و اذا صرفت وقتی که گردانده شوه ابصارهم چشمایشان تلقاء اصحاب النار به طرف دوزخیا، قالو میگن تلقاء به طرف اصحاب دوزخ، قالو میگن ربنا هی الله شکر که ما را از او جمله نگردانیدی، امی اعراف خیر از باشه بر ما، تم خدا داریم، ربنا پروردگار ما لا تجعلنا نگردان ما را مع القوم الظالمین امرای قوم ظالم. ای الله ما تم داریم که داخل جنت میشیم، خوب است که دولست سیاه ما را نگرفته که هیچ با کجا نریم؟ با جنت نریم، همیشه دوزخ بریم. لست سیاهی که الله داره او بسیار خطرناک است. و نادا اصحاب الاعراف، و آواز میکنه اصحاب اعراف رجالا مردهای را یعرفونهم که میشناسایشان را بسیماهم بمو پیشانیشان بجبینشان فهمیده میشن، مثل که ما در صدقات در پارسی خواندیم که یعرفونهم بسیماهم میشناسانشان را از چیز؟ از چهره هایشان. قال گفتن ما اغنا عنکم هیچ چیز شما را غنی نساخت، جمعکم امی جمع شما مال را، و کنتم و ما کنتم و نبودین شما تستکبرون که تکبر میکردین. الله اکبر. و نادا آواز میکنه اصحاب اعراف رجالا مردهای را یعرفونهم که میشناسن به می چیز پیشانی هایشان، قالو میگوین ایو شاین چی چیزی ما اغنا غنی ساخت شما را که جمع کردین مال، و ما کنتم و بودین شما تستکبیرون اعراض کردین تکبر کردین مردم را روانه کردین، چی سبب شد این مالت به کجا شد، این دارایت کجا شد، این بلند منزلا کجا شد، این پادشاهی و سلطنت و قدرت چه شد، آیا میتونه که عالمی بیای کلش به تو شفاعت بکنه؟ و برینه الله بر ما گفت که اگر به اندازه زمین طلا هم فدیه به تیوز بته قبول نمیشه. آها اولای اینمی کسایی هستن که اقسمتم آیا شما قسم خوردین لا ینالهم الله کارگز ما را نمیرسانه الله برحمتین برحمه، ادخلوا الجنه داخل شوین به جنت. و نادا اصحاب الاعراف آیت با سای کنه آواز میکنه اصحاب اعراف رجال مردهای را یعرفونهم که میشناسایشان را بسیماهم به سبب چی؟ چیره. قالو میگوین ما اغنا عنکم چی ایو شاین چی چیزی اینجا عدات میگه حرف چی آمده؟ عدات خطاب آمده در بالا. قالو میگن ما اغنا عنکم چی چیزی پیپرواز آخت شما جمعکم جمع کردانشان را، و ما کنتم تستکبرون و نبودین شما الحمدلله که اعراض کردین. این یعنی خطاب ما پیشتر کم اشتباه کردم در اینجا، خب تکرار کردم که خطاب با جنتی هست، یعنی شما نه مال دنیا را جمع کردین و نه هم مردم را از راه نیک چی کردین؟ ما نکردین. پس امی سبب شد که نه شیطان از طریق مال شما را گمراه کرده تانست و نه هم از طریق چیز قدرت و دنیا و دیگه و دیگه. پس امی سبب شد که شما مردم را هم تکبر نکردین، منع نکردین و خودتان هم اعمال شایسته انجام دادین، بالاخره به کجا رفتین؟ به جنت. و ما کنتم و نبودین شما تستکبرون که اعراض بکنین. یک ترجمه. دوم ترجمه که گویا این خطاب به کافر است. خواهی رسای کنیم که چند دفعه تکرار میکنم به خاطر که همیجا باز غلط نشوین. قالو میگوین ما اغنا ایو شاین که خطاب به کافر شوه،
اغنانکم چی بی پروا سخت شما را جمع کن مال جمع کردن مال. و اگر خطاب به کافر شوه که اکثر ایده ترجمه تن گویا چی شد که شما را از رحمت الله بی پروا ساخت؟ چی که؟ بی پروا ساخت. و ما کنتم و بودین شما که تستکبیرون تکبر کردین. آها اولای آیه نمی گروه بود اقسمت الذین کسانان اقسمتم شما قسم میخوردین لا ینالهم الله که نمیرسن الله کس را برحمتیه برحمتش کسی برحمت الله داخل جنت نمیشه نه خلاص یا گپ است رحمت الله کجا شد عذاب الله چه شد استغفر الله العظیم ادخلوا الجنه داخل شوین در جنت هی مردم شما لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون با کی گفته میشه با اعراف سایس اها اولای امی اصحاب اعراف الذين كسانان بودن که اقسمتم شما قسم خورده بودین لا ينالهم الله برحمه که ایشان را رحمت الله نمیرسه دیگه از جنت که مان به داخل جنت نمیشه به داخل جنت نمیشه کافرها وقتی که عرافه دید گفت که نه خلاص دیگه ما که داخل جنت نشدیم یا هم ناقی ناقی دیگه جمعان در هیچ رحمت الله نمیشه یک روز دیگه میشه که از این دروازه گرم گرم سر ما میفته صحیح؟ ولی نه آل برشان گفته میشه که شما برین دیگه همون وقتی که الله برتون تعیین کرده بود خلاص شد کجا برین؟ با جنت برین آها اولای آیه نمی کسایی هستند که الذین کسانان که اقسمتم شما قسم خورده بودین با بالای صاحب اعراف لا ینالهم الله که الله ایشان را نمی رسانه برحمتین برحمت خود ادخلوا ایقیل یقالو گفته میشه اصحاب اعراف با اصحاب اعراف ادخلوا الجنه داخل شوین به جنت لا خوف علیکم هیچ نیست خوف بالای شما بعد از این قبل از این ولا انتم تحزنون ولا هم شما بعد از دخول جنت غمگین می باشین و نادا آواز میکنه اصحاب النار اصحاب دوزخ اعظمو هر طریقی که الله بخواد که جنتی ها را نشانش میده اصحاب الجنت اصحاب جنت را عمو دوستایشان را ان افیدو ای که بر ما برزن آها میبینه که الان اون جسایی که ما ایجا عذاب آب جوش میخوریم ولی وا اعظمو چار جوی شراب و آب و عسل و شیر چی میکنن؟ استفاده میکنن ما اینجا دگرمی میجوشیم ولی اونجا وا سایه دارن اونجا وا قصر دارن ما چقوری چقوری افتیدگی هستیم ما اینجا غسلین میخوریم و وا قسم و قسم نعمتای الله را چه میگه؟ خیر است ما تو خود دنیا اگر فاقت و بیدر خاندگی داشتیم نه ان افید و ازمو کما که خب برمان پرتو نه سایز در آدم و ترخو میشد که کرا یکی دیگر بتیم میشد که یک دانه برگر ما خریده بودم با تام میخریدم میدادم یا تو برام میدادی عالم خو کمک یک چیز برام بده ان افیدو یک بنزانن پارتن افاط اصلا دختره میگن یعنی برام روان کو علینا بالای ما من الماء از آب چرا اول آب را میگه به خاطر که آب زده آتش است صحیح عرق به خاطر که دوزخیا تشنگی را زیاد احساس میکنه دوزخیا چی میکنه تشنگی را بسیار زیاد احساس میکنه پس اولین چیزی که میخوای از جنتیا چی میخوای آب میخواید و من ما رزقکم الله در قدم دوم آن چیزی که الله شما رو روزی داده ولی جنتی ها چون میگه کاکا اینجا پیوان قطع شده خلاص دیگه ما حق ندارم در دنیا خود میتونستم پیسه سیگرت نسوارتان بتم ولی در اینجا دیگه نمیتونم این کار کرده قالو میگوید جنتی ها ان الله هر این الله متعال حرمه هما حرام کرده می آب رو روزی که بر ما در جنت داده شده علی الکافرین بالای کی؟ بالای کافرها کافر کیست؟ الذين اتخذوا كسانون که گرفتن دینهم دینشان را لهوا و لعبا هم به مسخرگی و هم به ساعت تری مثل بازیچه اشتکواره و غرتهم الحیات الدنیا و ایشان را فریب داد زندگی دنیا فالیوم پس امروز ننساهم ما فراموشان میکنیم که ما نسو قسم که اینا فراموش کردن کرده بودند لقاء یومهم هذا روبرو شدنشان را امرای این روز اونا از روز آخرت فراموش کرده بودند اونا در این فکر بودند که جنت کجاست دوزخ کجاست حساب کجاست کتاب کجاست این کل شک خواب و خیال است یک خواب و خیال است و ما کانوا و نبودند و ما کانوا ایشان بودند به آیاتنا به آیات های ما یجحدون یکذبون دروغ میپنداشتند این مجلسی قرآن بود این منظری رحمان بود این جای حافظان بود بادا مبارک با شما این مجلسی قرآن بود این منظری رحمان بود این جای حافظان بود بادا مبارک با شما ای حافظانی دین ما ای وارثانی انبیا حفظی کلامی با صفا بادا مبارک بر شما تفسیر قرآنی خدا درسی حدیثی مصطفی گویان به تو ای پارسا بادا مبارک
شما این مجلس قرآن بود، این منظر رحمان بود، این جای حافظان بود، بادا مبارک بر شما. ای حافظی خوشخان توی، خوشخان و خوش الهان توی، خواننده قرآن توی، بادا مبارک بر شما. قرآن کلامی آن خداست و ای از لسان مصطفی است، در سینه ای تو جا بجاست، بادا مبارک بر شما این مجلس قرآن.